روز چهارشنبه واکنش‌ها در کنگره آمریکا به جنگ حماس علیه اسرائیل ادامه دارد. در آخرین اونها تلاش‌ها در سنای آمریکا برای اینکه بخوان بسته کمک‌های نظامی اسرائیل رو به اوکراین گره بزنن و زودتر تصویبش کنن شکست خورد. حالا سناتورها میخوان برن دنبال اینکه یک بسته بودجه نظامی جداگانه در مجلس سنا تصویب کنند. در مجلس نمایندگان هم در زمان ضبط شدن این گزارش هنوز بحث ها و مشورت ها برای انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. به نظر میاد جمهوری خواهان به توافق نرسن به این زودی، اما رأی گیری درون حزبی بین جمهوری خواهان نشون داد که استیو سکالیس فعلا نسبت به جیم جوردن از برتری برخوردار است. در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا دو کمیته متفاوت، یکی کمیته نظارت، دیگری کمیته روابط خارجی، روز چهارشنبه اعلام کردند تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد تیم ایران دولت بایدن به خصوص در وزارت خارجه انجام خواهند داد. کمیته روابط خارجی مجلس و سنا یک گروه تحقیق مشترک تشکیل داده است در مورد نقش رابرت ملی و اینکه چگونه است که ناگهان یک سری از مجوزهای امنیتیشون لغو شده است. و کمیته نظارت هم گفته است نگاه میکند به گزارش های ایران اینترنشنال، به خصوص اون گروه کارشناسان، طرح گروه کارشناسان ایران، و تحقیق خواهد کرد که چگونه جمهوری اسلامی توانسته است نزدیک بشود به افراد ارشد دولت بایدن. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا.